سلام خدمت دوستان عزیز سوالات گوبرنامه آلمانی رو با ادامه میدیم در اینجا نوشته was is by disinfection to so tun یعنی چیکار بس انجام بدید خب گزینه ها چیه میبینیم که یه تونله خب اپلندلیش اینچالتن چراغای نور پایینتون رو روشن کنید وان بلیک اینچالتن چراغای فلا فلاشرتون رو بزنید که اشتباهه زانن بغل اپنمن یعنی اگر عینک آفتابی به چشتون دارید و واسه بردارید داخل تونل به طور مثال این سوال 4 امتیاز دارم همونطور که می‌دونید سوالات 4 پنجمی که خب خیلی مهمه تو امتحان شما اگر 10 تا پوینت غلط داشته باشید امتحان رو در واقع قبول نمیشید واسه تکرار کنید بر همین خیلی به سوالات 4 5 نمره‌ای دقت بکنید خب دوباره سالگی راجبه تونل نوشته zifagen in einen solge gekennzeichneten hell erleuchteten tunnel وی هالتن سیدش میگه شما در یک تونلی که خودش درونش روشنه و چراغ داره و همچین تابلوی جلوش داره میرونید چی رو رفتار بکنید گذینا ایش فاق اونلیشت بدون چراغ یعنی حد که اشتباه ایش فاق میت تاک فالیش با اون چراغه در حقیقت کوچیک و ایش فاق میت اپلند لیشت یعنی با چراغه در حقیقت چراغه پایین نور پایین باسی برونید پس ربطی نداره به اینکه تونل چراغونی داره یا نداره در, در هر صورت شما واسه چراغای نور پایینتون رو روشن بکنید خب میگه این تابلو نشوندنده چیه آف اند داس پایانه خب یه منطقه مسکونیه که حالا آبر پیاده هستش و اینا آف 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 داست اند آینس به میگه در حقیقت منطقه‌ای که ترافیک اندکی داره همین منظور مناطقی که مسکونی هستن و احتمال آبر بیاد و اینا هستش خب سال بعد واسه بدوت دیزس فکی این تابلو نشوننده چیه هم تو که همینطور که تو سوالات ویدیوهای قبل داشتیم فور فاد اشتراک نشون میده در حقیقت خیابونی که شما حق تقدم دارید و پارک ف بوت اوس هالب گس... گشلوسن اورتشافتن فاربان و در حقیقت پارک ممنوع در مناطق در حقیقت بیرون از شهر بیرون شهری که روی جاده قرار داره در حقیقت این تابلو بودم نمیتونید شما داخل خیابون پارک بکنید خب این تابلو نشوندهنده چیه خب او دقای داره آف آین نومقیت اوملایتونگ تابلوهای زرد رنگی که او داره به معنی هست لایتونگ هستش اوملایتونگ به مسیرهای جایگزینی میدن در حقیقت که به طور مثال دارن اتوبان رو تعمیر میکنن از یک مسیر در حقیقت دیگه واسه دور بزنید اون محل تعمیرات و به طور مثال به اونا میگن اوملایتونگ خب میگه واسه میگه این تابلور دیدیم چه چیز باید دقت بکنید خب یکی حق تقدمه یکی به طور مثلا شما الان در این مسیری هستید که پهنتر کشیده شده در حقیقت اگه شما بخواید تو این مسیر پهن باقی بمونید حق تقدم دارید ولی اگه بخواید به خیابون دست راستی و یا به خیابونی که روبروتون هستش ادامه بدید حق تقدم ندارید و اون ماشینا باسی وایسن خب نوشته ونیش در فورفاردشتراسه فولگه موسیش لینکس بلینکن میگه اگه شما میخواید در این خیابونی که حق تقدم داره اون خیابونی که عریض نشون داده شده تو عکس در اون مسیر باقی بمونید باید راهنمایی سمت چپ بزنید بله ونیش که قاد وایت فاقه موسیش رشت بلینکن میگه اگه شما میخواید مستقیم برید باید بر راهنمایی دست راست بزنید که اشتباس دی فات ریشتونگ نخ لینکس ایز فقط شما میتونید دست چپ برید که اون دو تا هم که بهش وصل میتونید برید خب، اول چه اصفه حالتین ایست آف اشتقاسه میگه چه رفتاری در خیابونهایی که اینجوری مسیر روز زمین برای دوچرخه این مسیر نقطه چین خد چین است برای دوچرخه مشخص شده چه رفتاری درسته ایش من اجازه دارم که گذینه دور رو میگم دن بای بدارف بفاقند ون آین گفردون فون فغان آسکش لازم نیست میگه من اجازه دارم در حقیقت روی این منطقه که بر دوچرخه ها در نظر گرفته شدم برونم وقتی که هیچ خطری هیچ دوچرخه سواری رو تهدید نکنه معنی اینکه که اگه دو شرخه سوار نبود شما اجازه داریم که روی اون خط یا توی اون منطقه دو هم برونید شرطی که دوچرخه سوار نباشه. خب میگه شما در این حالت چی رو باستی رفتار بکنی این تابلو رو دیدین خب نشوننده دی خط آبره خب گذین ها می سیگا گشمیندش که تغان فان ون گنگا دی فا بان اکن با او با میگه من باستی بایی سرعت محدود یا سرعت کم و یکسان جلو برم وقتی که پیاده رو ها در اقل آبرین پیاده به طور مشخص میخوان از عرز خیابان گذر کنن ایشموستن فوسگنگان داس اوباکورن د فاربان امرگلشن میگه من بایستی به آبرین پیاده اجازه گذر از خیابان را بدم بله ایشتاف نیشت آفتن فوسکنگا اوباوک سومشتین کامن ون د فکی شتکت میگه من اجازه ندارم که شرایطی برام پیش بیاد که روی خط آبر توقف کنم وقتی که جلو ترافیک قفل شده و من اینکه اگر در حقیقت شما یه ماشین جلوتون هست که اون ور خط آبره و میبینید که همه وایستادن ترافیکه شما اجازه ندید برید روی خط آبر وایسی در حقیقت خط آبر رو همیشه خالی نگه دارید برای آبرین پیاده وقتی که جلو ترافیک باز شد میتونید ادامه بدید و وقاف موسن زیزشی داره میگه انتظار چه چیزی رو اینجا داشته باشید نوشته فکی از هلفا یعنی کسی که حالا به عبور مرور کمک میکنه dass Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen. میگه با حساب اینو بکنید که بچهها بیشتر از اوقات معمول احتمال این داره که روی خیابون بیان بدون و اینا بله دست <متحدث> کیندا اون تا انلایتون آف تا فابان شپیلن میگه حساب اینو بکنید که بچه ها رو خیابون دارن بازی میکنن که گزینه درست نیست دست فلیسند فکیه انهلت یعنی اتفاقا داره که ترافیکی که روانه داره حرکت میکنه توقف بکنه واس گیلد ناخ فکر سایشن میگه ممکن تاب دور دیدین بعدش چه چیزی صدق میکنه خب وارد منطقه مسکونی شدید ایش موس مید شغید فان واسی با سرعت خیلی کم کم حرکت کنید ایش تا فوس کنن نیشت به هندان. اجازه ندارید که اجازه ندارم که آبرن پیاده رو در صد راهشون باشم ich فقط اجازه دارید رو مناطقی که برای پارک در نظر گرفته شده پارک بکنید. خب این تابلو نشون دهنده چیه؟ تقریبا مشابه سوال قبلیه. نوشته ich befinde mich auf میگه من روی در خیابونی دارم حرکت میکنم که حق تقدم داره که به سمت چپ میشکنه یا به سمت چپ در اصل متمایل میشه گزینه اول آخر میخوام میخونم ایش دی فورفارد ده فون کومندن به اختن ونیش که آوست میگه با حق تقدم ماشین که از سمت راست دارن در نظر بگیرید وقتی که شما میخواید مستقیم برید که درست نیست شما در از حق تقدم برید چون در خیابون فورفارد اشتغاسه هستیم ایش نیش abbiegen oder geradeaus fahren. میگه من اجازه ندارم سمت راست برم یا مستقیم برم که اشتباه خب طبیعتا خیابون نمیتونید برید. خب دوباره تابلو همون تابلو تکرار میشه. میگه باید به چیز چیزی دقت بکنید. خب فاسو اگه موسن میچگید گشفیندش فان. میگه ماشین نقلیه باید با سرعت خیلی کم در حد قدم زدن در حقیقت از اونجا عبور کنن Fußgänger dürfen دوفن دیگان سرشت به میگه آبین پیاده اجازه دارند از تمام عرض خیابان استفاده کنند کیندا دورفن آف ده گزامت نشتغات هم اجازه دارند رو تمام این خیابون بازی بکنند با بس احتیاط کرد خب این تابلو شدنده چیه؟ سول به معنای گمروکه خب همونطور که بازم میشه آفاین موت فلیش ده خیابونی که عوارزی داره آفاین دوش فات فبوت خیابونی که ورود ممنوعه گزینه آخر آف آین سولشتله به منطقه‌ای که گمرک وجود داره در حقیقت نشوندنده اونجاست خب این تابلو چیه؟ خب یه جا تموم شده خب نمیشه 6 کیلومتر بعد یه شهر دیگه حالا یا یه مکان دیگه شروع میشه اندیز آشتله یعنی در این نقطه اندت آینه گشلوسن اورچافت یه منطقه بسته در حقیقت منطقه بسته به منظور مثل شهر یا جاهایی که حالا یه دور تا دور یه چیز مشخصی هست در حقیقت منظورش اینه که دیگه از اون منطقه خارج میشه و به یه منطقه باز به طور مثال جاده های بین شهری وارد میشید خب اینجا میگه واس این فکی از سیتواسیون وی دیزا به میگه چه چیزی باید دقت کنید در همچین حالتی خب تو آینه که خبری نیست اون جلو هم یه نفر با موتورش داره تو خیابون حرکت میکنه اشتراف دی لایت لینیه من اجازه دارم این خطی که دقیقا خط وسط منظورشه که مسیر رو مشخص میکنه نیشت اوبافاقن وندادوشت دفکیه گفردتوید میگه اجازه ندارید از روی اون خط رد بشید وقتی که باعث خطری در این ترافیکو هم رو نقل بشید و بله بدون اون سال اگه ماشینی ها روبرومی اومد یا هر چیز دیگه اشتراف دی لایت ل اوم ان هیندن اسن فور سو فان بله اجازه دارم از این از روی این خط عبور کنم برم اونور که بتونم سبقت بگیرم که از صدی که سر راحت هست در حقیقت گذر بکنیم ich لایت die halt die leitlinie میگه با اجازه دارم که از این خط خط وسط در حقیقت در روش عبور بکنم که بتونم سبقت بگیرم همین گزینه درست بود worauf können rot-weiße Warntafeln an Fahrzeugen hinweisen? Wie geht es? در حقیقت اون نشان نشانگرای قرمز و سفیدی که روی اتومبیل هست چه چیزی رو میتونه می, می نشون بده یا در چیه آف این فاسوگ میت یوبا بقایت نشاننده اتومبیلی که ارزش خیلی زیاده بیش از حد معمول بله آف این گفا گوت نشوننده اتومبیلی که مواد خطرناک هم میکنه که اشتباه است آن انهنگا ده آو سا حال باینا با گشلوسن ارچاف آف است نشوننده یه انهنگا یا همین در حقیقت این انهنگا همین چیزی که به پشت ماشین اتاقه هایی که میبندن یا هر چیزی که حالت به پشت ماشین میشه وصل کرد که خودش هم چرخ داره و اینا که بیرون یک منطقه مسکونی روی جاده گذاشته شده این علامت قرمز و سفید به این معنیه بله دوستان رسیدیم به آخرین سوال از سوالات تابلوهای راهنمای رانندگی امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید همونطور که گفتم بهتون ما سوالات گواینامه رو به صورت مبحثی میریم جلو نه به صورت اون سی سوالی که در حقیقت موقعی که شما یک مبحثی رو تموم کردید دیگه کاملا بهش اشراف پیدا میکنیم بعدش خب میریم سوال بخشای دیگه امتحان گواهینامه خب هم تا که میبینید روی تصویر سمت چپ و اگر اون گزینه آبی کلیک بکنید کانال رو آبونه میشید همیشه هر موقعی که ویدیو جدید گذاشته میشه در جریان قرار میگیرید و روی کانال یوتیوبتون میاد و میتونید از ویدیوها دیدن بکنید و استفاده بکنید علاوه بر سوالات گواهی نامه سوالات امتحان به اینز انواع نامه های به اینز که مطمئنم خیلی به کارتون میاد برای امتحان در کانال قرار داده شده واسه امتحان به اصفای تلکم همینطور علاوه بر این سوالات امتحان پولیتیک و یه همون اینبورگ اونستس یا لبن این دوچلند. که در حقیقت یک قسمت از امتحان اینتگراسیون کورستون هست در اینجا در سایت در حقیقت در کانال قرار گرفته با معنی و جوابهای درست و علاوه بر این هم جملات کاربردی آلمانی هم هست و طریق های کاربردی استفاده از زبان آلمانی که همه اینا در کانال لیست شده اگر رو پلی لیست ها کلیک بکنید در حقیقت هر مبحثی که مورد علاقتون باشه میتونید اونجا نگاه بکنید اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین تا ویدیوهای بعد بدرود